دروازه من شکست، روزی که زندگی را در پیش پای مرگ و تهجر با جهل و وهم شکست، و ماه را منزل نشین سایه مردی کردیم که از واجه های شعله ورش خون و جنون و نفرت میباری. بوسنی اما مردان ملتی بودند که از مرگ و خون و جهل و جنون دور شدند و بانگ دلنشین رهایی را لبیک گفته بودند. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه پنجم تیر ماه 26 ژوئن به شما سلام. منم خیلی افسرده شدم، مسابقه رو دیدم. هر نوع شکستی وقتی اسم ایران توش باشه برای ما سنگینه. تلاشای بچه ها رو دیدم، واقعا قوچانی نجات گل قشنگی زد. همشون تلاش میکردن. دروازه‌بانمون به خوبی بازی با آرژانتین و نیجریه نبود، چرا نمیدونم. کارلوس کیروش تمام تلاشش رو میکرد، آرایش بازی رو در اون یه رو به آخر تغییر داد، یه گل هم زدیم، ولی بلا فاصله گلی بخوریم این دیگه خیلی تلخ بود. به هر حال همین که بچه ها رفتن به جام جهانی، یک مساوی داشتن، یک شکست غرورآمیز در برابر داور و آرژانتین، ولی بوسنی ضعیفترین تیم این گروه بود و با دو باخت اومده بود به مقابله ما و کافی بود با نتیجه که آرژانتین گرفته بود ما این بازی رو میبردیم. به هر روی توپ گردست و دوباره 4 سال باید صبر کرد. امیدوارم در این 4 سال اینا سعی کنن که روش رو نگهش دارن. مربی بسیار خوبی بود و بچه های ما تلاش بکنن برای جایگاه بهتری در عرصه فوتبال بین المللی. ما هنوز خیلی عقبیم. تک تک این بچه ها بعضیشون میان تو تیمای اروپایی بازی میکنن، خیلی خوبن، ولی وقتی جمع با هم میشن، من نگاه میکردم دیروز توپو نمیستن نگر دارن، این خیلی تلخ بود. بوسنیایی ها هر وقت اراده میکردن توپو به خوبی میگرفتن، کنترل میکردن، ضبط میکردن، پاسکاریشون درجه یک بود. بچه های ما هنوز همون فکر ویژه‌ای که من خودم برم گل بزنم براشون بود. من بازی‌های اخیر فوتبال رو می‌دیدم، والیبال رو دیدم، بسکتبال رو دیدم، گفتم خدا رو شکر این تک بازی کنی مثل این که داره میشکنه تو ایران حدش. دست جمعی هم داریم بازی می‌کنیم، فقط کشتی و وزن برداری نیست که افتخار آفرینه، ولی میریم توی ورزش‌های دیگه. ولی باز دیشب دیدم نه، هنوز تکرویمو برای خودمون میده. خصوصا از کنم یه اتفاق بسیار جالب افتاده. یک شکنجهگر، یه جلاد، یه بازجو آمده زندانی رو نشونده رو بر خودش. زندانی کیه؟ یه هموطن عرب ایرانی. چیکار کرده؟ این هموطن عرب ایرانی داره دفاع میکنه از حقوق مردم ایران، از حقوق عربهای ایرانی، و گرفتن انداختنش زندان، شکنجهش کرده همین مردک. بعد تلفن موبایلش رو گرفته که نگاه کنه. این زندانی، درود بهش، یه اپلیکیشنی گذاشته توی تلفنش که اگه تلفنش دزدیده شد، طرفی که تلفن رو دزدیده میاره عکسش و اینا همه ضبط بشه و به ایمیل ارسال بشه. در نتیجه آقای جلاد هم نشسته بوده بازی میکرده، تصاویرش همه ضبط شده، به ایمیلش فرستاده شده، به ایمیل زندانی، و چون کسان دیگری هم اکسس داشتن در زمان زندانش، عکس ها اومده بیرون. درود به این زندانی بازوق که در این حال با این اپلیکیشنی که روی تلفنش بوده، رو اغلب تلفن های ما هم هست، کسی به دوزه بخواد بزنه هم جاشو پیدا میکنیم، همی که عکسو شکل و حرفی ضبط می شود. از یه نظر به نظرم خیلی کار قشنگی بود.
من در مطالبی که نگاه میکردم چند نکته رو بهش برخوردم که لازمه بهش اشاره کنم و این مسئله خیلی مهمه. یکی این عنوانی که توی همه این جهال از محسنی اژه‌ای گرفته تا رئیس قوه قضاییه تا بقیهشون در مورد حجاب صحبت میکنه و این حجاب اسلامی شده یک مسئله. آقا 35 سال شما زور زدید نتونستید، 35 سال خواستید تمام زنان ایرانی را آبجی خانوم بکنید و گوهر و شریعه دستقیب رو مدلتون بود، مدل که مردم بشن مثل گوهر و شریعه دستقیب و فاطمه آلیا و از این تیپا. زن ایرانی اما به شما گفت نه، حالا خودتون رو تیکه پاره کنید، تمام ریشاتون رو بکنید، عمامتون رو بندازین توی آتش. نمیتونید، در برابر اراده زن ایرانی نمیتونید این کارو بکنید. زنانی که نگاهشون به آرتمیسه، به پوران دخته، به ایران دخته، به زنانی که به شوکت ملک جهانبانی نگاه میکنه، به خانم فرخرو پارسا، به مهرنگیز منوچهریان، به ملکه پیشین ایران، این زنان رو شما نمیتونید کارشون بکنید. این زن ها نیستن، مبارزه میکنن با شما کمان که از روز اول کردن. بنابراین ای مگس، عرصه سی مر نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. هرچه این کارو بکنید، هرچه الناس و حریص علا مامونه، خودتون بارها توی درساتون و منبراتون اینو میگید، نکنید این کارو. زن ایرانی در این 35 سال سعی کرده کپ بکنه، سعی کرده یه جوری را بیاد، دیگه اذیت نکنید، بگذارید این مسیر طبیعیشو طی کنه. زن ایرانی به درون گونی بر نمیگرده، برقع نخواهد زد. من یادمه بچه که بودم، مشهد که بودیم، مادر بزرگم و عمه من هر دو چادر کمری داشتن، یه جوری بود چادر، حالا من هم چجوری باید تشریح کنم، که می اومدن به کمرشون می بستن و چادرم بود ولی چادر کمری بود. در همون زمان یادم از در مشهدم یه خانومایی از جمله مثلا یکی از خواهران شوهر عمه من مرحوم آقای حاجی خلی مقدادی اصفهانی برقع می زد، پیچیه به قول خودشون اینجوری می اومد پایین، توری بود، بعد می زدم بالا، که اون همون کاری که زمان قاجارم. و این چادر کمری ده ها بار باعث زمین خوردن عمه من مادر بزرگم شد. یه بارم که مادر بزرگم پاش پیچ خورد، از بالای پله افتاد و دست شکست، یه تا آخر عمر این دست عذاب بود براش. چرا انسان باید، چرا یه زن ایرانی حالا که مانتو میپوشن روسری سرشون میکنه، چرا باید به زور شما وادارشون بکنید لباسی رو که به قامتشون برازنده نیست؟ نمیخوان، نمیخوان بپوشن این لباس. یه ذره اینا اگه عقل داشتن، یه ذره با مردم رفتار انسانی داشتن، خیلی اوضاع فرق میکنه. الان رفتارشون با ماهواره، شما مگه میتونید جلوی مردم رو بگیرید؟ هر کس یه دونه کامپیوتر داشته باشه میتونه برنامه تلویزیون نگاه کنه. حالا شما میبینید دیشا رو بزنید، خیلی ساده است. بنده دیروز توی اتاقم نشسته بودم، خواستم بالا که آنتن بس بود نرم، همونجا نشسته بودم و که برنامه فوتبال رو تماشا کنم، آی تی وی 4 بود، قشنگ از اون رو میتونستم تماشا کنم، جی ال ویز ماشاءالله، عطای عزیز تشکیلاتی درست کرده که تمام کانال ها روش هست، 2500 تا کانال هست. آقای عطا معینی عزیز که بهشم سلام میکنه، خیلی به ما لطف داره واقعا، به ایران فردا و دوست داره ایران فردا. و شما نمیتونید با این مبارزه کنید. فیلم سینمایی هم ساختن که در اون نشون دادن ساکنان یک آپارتمان، یک ساختمان، تو هر آپارتمان چجوری به قضیه نگاه میکنه. آره یه پیرمردی هم گوشتو بید جناب سرهای مسخرش کنید که این به فکر بازگشت روزگار کهنه. 80% از ایرانیان که اون روزگار کهن رو ندیدن، بچه بودن یا شنیدن و بقیه هم که دیگه ندیدن، نسل ما و نسل قبل از ما هم که دیگه
اندک اندک جمع مستان میرسن، دارن میرن. بنابراین از چی میترسید شما؟ این وحشت شما از چیست؟ حالا ببینیم وزارت اطلاعات، من اینم براتون بگم، از روز اول انقلاب یک نگاه بر این بود. دکتر شاپور بختیار، زنده یاد دکتر شاپور بختیار، بخش شکنجه‌گری و اینای ساواک رو منحل کرد، اما اداره اطلاعات برای مبارزه با جاسوسی، مبارزه با شوروی که همه وقت قصدش رخنه در درون کیان ایرانی بود، مثل حالا نبود که تمام دستگاه مملکت تو بغل آقای پوتین باشه. یک افسر کی‌جی‌بی شده رئیس جمهوری روسیه و تمام اطلاعات ایران دستشه، ارتش ایران دستشه. اون زمان روسا خودشونو کشتن که از طریق مقربی، جاسوسی که اعدام شد، از طریق مقربی اطلاعات راجب موشکای ایران به دست بیارن. و ولی حالا خواه همچین دستشون. اون زمان مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم چمران، آقای دکتر یزدی، خیلی از اینا و امیر انتظام نازنین که درود بهش میفرستم، بر این باور بودن آقا مملکت دستگاه اطلاعاتی میخواد، این شعار منحل شود درست نیست. اومدن تمرکز دارن، ساواک سر جاش مون، کارکنان اداره هشتم و ضد جاسوسی اینا برگشتن و یه عدهشونم از جاهای دیگه، اداره امنیت داخلی، کسایی که گروه ها رو میشناختن، برگشتن و مشغول کار شد. من یکیشون رو میشناسم که برای من بعد تعریف کرد، حالا البته دشمن رژیم و ایستاده، ولی تا سه سال که مسئله مقابله با شوروی و سازمان‌های تروریستی و جاسوسی غیره بود، اینا ایستادن خدمت کردن. بعد اومدن گفتن نه، باید یه دستگاه اطلاعی درست کرد زیر نظر ولی فقیه امام، بیایم امام مسلط بر این باشه، دولت اشرافی بر این نداشته باشه که داستان ساواک تکرار نشه. خب حالا خود ولی فقیه اگه آدم کش بود، اگه سرکوبگر بود، اگه تحمل دیگران نداشت، اگه پاسبانی رو که در قم سال 42 اومده بود برده بودش اعدام میکرد، اگه پاک روانی رو که اون مرد نازنین و آگاه که در دوران ساواک شکنجه خانه نبود و متفاوت بود، اونو گرفت اعدام کرد، سناتور وحیدی رو به خاطر اینکه در نوجوانی هم حجرش بود گرفت کشت، خب اون وقت اگر یه همچی دستگاهی رو به دستش بدید که ویلون للعالمین باید گفت. آقای خسرو تهرانی، سعید حجاریان، همین آقای عباد که آقای ربیعی، علی ربیعی که حالا وزیر کار و بعد اون زمان توی همون نخست وزیری بوده، اینا اومدن نشستن گفتن خیلی خوب، ما یه سازمانی درست میکنیم که اون زمان در واقع سازمانی که درست کردن سازمان اطلاعات و امنیت ایران، که این عنوان ساواما از همون جا مونده، بعدن واواک اومد که وزارت خونش. اینا در اونجا بودن، یه طرحی رو آقای حجاریان نوشت بر این مبنا که وزارت اطلاعات درست کنه. دلیل حجاریان این بود، میگم آقا اگه وزارت اطلاعات تابع دولت باشه، حالا اون رویاهایی که اون وقت بود، و مجلسی وجود داشته باشه، وزیر اطلاعات در برابر مجلس باید پاسخگو باشه، بنابراین هر کاری نمیتونه بکنه، نصیری نمیتونه بشه، باید بیاد به مجلس توضیح بده. و حالا نمایندگان که همشون هم از یه طیفی نمیشن، بالاخره توشون طیف آزادی خواهم هست، اگه طرف آدم کشی کرد یقشون میگیره. وزارت اطلاعات بر این پایه ساخته شد. آقای فردوسی پور هم نامزد کردن که بیاد بشه وزیر. فردوسی پور تلفنچی آقای خمینی تو پاریس بود، نجف هم با ایشون بود همیشه. من اون وقتی که زنگ میزدم پاریس دو فلوشاتو، فردوسی پور اغلب جواب میداد، بعد یا خودش چیزای اطلاعاتی میداد یا میگفت مثلا گوشید، میگفتم قدسوادره میخوام، میرفت صداش میزد. مجلس با فردوسی پور مخالفت،
چرا؟ روحانی کاروانی بود آقای فردوسی پور که مادر مرحوم تیمسار معین‌زاده رو برده به مکه. اینو به یک روحانی دیگه هم بعدن که نماینده مجلس بود اینو زخو برده باشه. مادر مرحوم تیمسار جواد معین‌زاده، مادر نازنینش که بسیار زن عزیزی بود و چقدر سر مرگ جواد درد کشید، مادر تحمل نداره داغ فرزند، کمرش رو شکست و هوشنگ و کاظم چه تلاشی کردن این مادر رو نگاهشن. به خصوص کاظم که از زندگیش گذشت به خاطر مادر. کاظم هم افسر نیروی دریایی بود، هوشنگ معین‌زاده نویسنده کتاب‌های بسیار با ارزش و قابل تأمل در زمینه هستی، حیات، خدا، قیامت، کارهای خیلی قشنگی میکنه هوشنگ. خودش میشینه با تایپش رو میکنه، کارش رو آماده میکنه و کتاب رو منتشر میکنه. در هر حال آقای فردوسی پور رد شد، عدم صلاحیت او صادر شد. کیو بیارن؟ آقای ری شهری، جلاد بزرگ، کسی که ده ها بل صد ها تن از بهترین افسران نظامی مملکت رو، خلبان، افسر نیروی زمینی، افسر نیروی مخصوص، اینا رو اعدام کرد، کشت. قتل عام نوژه، قتل عام نیما، این مردک قاتل رو اومردن کردن وزیر اطلاعات. یه قاتل دیگه هم به نام علی فلاحیان شد معاونش. در اون زمان آقای رئیس دفتر مقام معظم رهبری، آقای محمدی گلپایگانی، سه دستخر حجازی، آقای حجاریان، آقای شاچراقی، اینا همه جز معاونان وزارت اطلاعات بودن. خسرو تهرانی اینا هم به نوعی باش همکاری میکردن که من از یکی از بچه های مجاهدین که بعدن جدا شد از سازمان شنیدم که مثلا حجاریان رو برده بود تو فرودگاه و ردش کرده بود. از این کارا حجاریان میکرد. به هر حال وزارت اطلاعات به نقطه ای رسید که اگر انسان های یه ذره شرف داشتن حاضر نشتن با شمکاری کنن، اومدن بیرون. کسافتکاری قتل ها، قتل های زنجیره ای فقط مال سالب، مال دوران آقای خاتمی نبود که برای زمین زدن خاتمی اجرا کردن، نه، از سالها قبل این ادامه داشت. مهندس برازنده، این آدم هایی که نازنین احمد میرعلایی و اینا که قبلا کشتن، اینها جز همون مجموعه بودن. حاجی زاده شاعر و فرزند 7-8 سالش تو حیات سر بریدن، اینا از قبل بود. بعد داستان اتوبوس ارمنستان بود و خب ماجراهای بعدی که سر بریدن و کشتن زنده یاد داریوش فروهر، پروانه، مختاری، پوینده، مجید شریف، بعد اینا همه کسانی بودن که طعمه وزارت اطلاعات شد. و در واقع اون فهرستی که از اون مجموعه که اومدن محاکمهشون کردن، و سعید امامی رو که با واجبی رهسپار آن دنیا کردن و آقای مصطفی کاظمی و علی خانی و دیگران، اون مجموعه که بودن احکامی بهشون دادن که بعدن باطل شد و بعدن اومدن رفتن تو دستگاه اطلاعاتی دیگه، اطلاعات موازی و اطلاعات سپاه، و بعضی هاشون هم مثل اکبر گافکش، یعنی اکبر خوشگوش، صاحب پاساژ بزرگ، اتومبیل مرسدس بنز آخری سیستم، خانه ویلایی و خانه کوچک و بزرگ، و خلاصه در دستگاه ولی فقیه عاقبت به خیر شد. حالا یک خبرنگاری نشسته با چند مأمور اطلاعاتی گفتگو کرد، صداشون رو تغییر داده، چهرهشون هم نشون نمی. ببینیم این ماموران چه میگویند از وظایفشون، و وقت من بیام خدمتتون بگم اینا چی کار میکنن. ملاحظه بفرمایید. پیامتون به برای مردم ایران چیه؟ همه عضو خانواده بزرگ هستیم به نام ایران. ما خواب نداریم که شما راحت بشید. فقط مراقب خواب غفلت باشید. ممنون از اعتماد مردم به سربازان گمنام امام زمان عجل الله که همیشه با ما در تامین امنیت همگام و همدل بودند. برای آرامش امنیت مردم حاضرین چیکار بکنیم؟ فقط خدا میدونه. وقتی مردم رو تو حاضرش امنیت میبینیم انگار
دنیا رو بهمون دادن. حاضرین جونمون فدا کنیم، مردم مثل خانواده ما هستن، هیچ فرقی نمی‌کنه. ما خالصا مخلصا تمام توان خودمون رو میذاریم برای آرامش شما در سراسر دنیا. ما آرامش نداریم، اما این آرامی به خاطر مردم دوست داریم. حرف دلت با آقای ماما زمان چیه؟ خسته شدیم از انتظار آقا. بیا آقا بیا. همه سربازا دنبال پایان خدمتن آقا جون، جز ما که دوست داریم از خدمت داشته باشیم. انشالله راضی باشید آقا، صرف کنده نباشیم. بله آقا، امام زمان نشسته، چهار تا مأمور وزارت اطلاعات که احتمالاً چند نفرم کشتن و شکنجه دادن، از ایشون تقاضا بکنن بیان. قربون برم، اگه آقا امام زمان مطابق روایت خودتون بیاد که گردن همه شما رو تیغ میزنه، همه تونو. قربان علی ماسبند نجف آبادی فکر میکنی از شمشیرش رهایی پیدا میکنه اگر چنین داستانی درست باشه اونجور که شما میگید و قبول داشته باشید؟ اینا همه دکونه، هیچ کدوم اینا اعتقادی به هیچ چیز نداره. آخوندی در برابر من با وقاحت کامل لیوان ویسکی رو با یخ سرکشی، من همینجوری حیرت زده نگاش کردم. بعد برگشت گفت چرا نگاه میکنی؟ این برای مردم ممنوعه، برای ما که ممنوع نیست. نگاه اینا به مردم همونه که مصباح یزدی میگه، مردم کیان؟ رأی مردم یعنی چی؟ از ناطق نوری شنیدم، خودم در زمانی بود انتخابات بود، یادم نیست مجلس هفتم بود یا هشتم، گفت شما فکر میکنید رأی مشتلی جعفر خرکچی با من ناطق نوری یکیه؟ برداشته ایشون از رأی مردم چنین بود. بنابراین نظامی که مردم رو چنین تصور میکنه، اگر اون مذهبی رو که مدعی هست بهش اعتقاد داشته باشه، اون مذهب محورش مردمه، پس اعتقادی نداره. یه مذهب ساختگی درست کردن، امامزاده بیژنی دارن، امامزادهای دیگه دارن، از 850 تا شده 11500 تا. این امامزاده هر کدوم دکانی است، یک دکان اطلاعاتی است برای کنترل مردم، دکان برای تحمیق مردم، برای مردم رو دور کردن از عقل و منطق و درایت و تصمیم گیری درست. بچهش مریضه، برش میداره امامزاده بیژن، امامزاده نمیدونم فلان، اسمای مختلف میبینه، اصلا خندت میگه. آقا جان این بچه تو باید بری پیش طبیب، باید بری بهش دارو بدی. اون امامزاده اگه معجز میکرد خودش رو نجات میداد. و بعد پیامبر اسلام میگه انا بشرون مثل کن. چطور یه امامزاده که حالا هفت پشتش میرسی به یکی از ائمه که نمونه هایشون هم بسیار وحشی آدم کش بودن؟ علوی ها در طبرستان آدم کشی هایی کردن که تو تاریخ مونده. حسن مسنا و آدم های دیگه بودن در طبرستان، یکیشون انقدر تخمه خورد که ترکید، مردم هر روز گردن میزد. حالا ما امامزاده برای این بقعه و بارگاه بگذاریم که ما رو معجز بکنه، نجات بده، مریضیمون رو خوب بکنه. اگر این کار از دستشون برمی اومد، حداقل کاری میکردن در سرزمینی که اعتاب مقدسه هست. حیوانات داعش نمیمدن اونجا تاخت و تاز بکنن و به این راحتی هر جا رو بگیرن. حالا راجبشون بحث میکنیم، درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگه. بیش از نیم قرن بخوانی و همچنان صدات بر اوج و بر فراز باشه. درود به عارف عزیز. خیلی عارف هنرمند سالمیه، یعنی واقعا توی هنرمنده من نگاه میکنم، عارف فوتبالشو بازی میکنه، هرگز گرد دخانیات نرفته و خوشا به حالش، همچنان استوار و راست قامت. بله بسیار عالیست. خب بریم به رویدادهای یکی چیز جالب در جمهوری ولایت فقیه هست، این وکالت مجلس اصلا برای یه عده‌ای یک رویاست، برای اینکه شما میدونید وکالت مجلس در ایران که نمایندگی مردم نیست که. وکالت مجلس عبارت از این است که شما یه حسین قلی جعفرخانی در یه جایی هستی،
میای با پول و خرج و حقوق بازی و فرماندار رو دیدن، استاندار رو دیدن، آقای فلان رو دیدن، میری میشی نماینده مجلس. اولین کاری که میکنی، آقای جنگولیان در دیدار از حوزه انتخابیشون با اشاره به پروژه عمران و آبادانی گفتن آقا این جاده‌ای که در این طرف فرودگاه میکشه این درست نیست، غلط، این باید از این بر باشه. از اون وقت که صاحب زمین ها پولو دادن دیگه، آقا باید جاده رو بکشه از این بر، خودش هم صاحب یه مقداری میشه. و اینه که هر کدوم از این نمایندگان، البته نمایندگان درست حسابی هم توش هستن، یه نماینده بود مال عراق تفلک، خون و زندگیش همیشه هم بود، داشت اهل ورزش هم بود، بودن تو این، آدم حسابی هم بود، خب زنده یاد بورقانی هم وکیل مجلس بود، و علی اکبر موسوی خوینی یکی از پاکترین آدمایی که من دیدمش بودن، خیلی ها بودن آدمای پاکی هم بودن، ولی اکثریتشون دنبال اینن. 613 روز به انتخابات دوره دهم مجلس مونده، از حالا کمپین را انداختن چپ و راست، و اینا خنده‌داره، یعنی اینا چگونه به دنبال این کرسی دارن. اون یک زمانی بود، کتاب خاطرات مهندس زیرکزاده رو میخونن و آدم وقتی میخونه چه مردانی بودن، چه شخصیتایی بودن. اگر کسی نماینده مجلس بود اعتباری داشت اون نمایندگی، که این نمایندگان کیان ما داریم میبینیم، کجا اینا نمایندگان مردم هستن. و بسیار باعث تأسفه که یه همچی کسایی هستن، حالا همشون هم به دنبال انتخابات. قبل از اینکه بریم عراق سری بزنیم به این لبیک یا امام حسین، جمع شدن یه عده که بله بریم از اعتاب مقدس دفاع کنیم، اینا میخوان برن از اعتاب مقدس دفاع کنن. نگاهشون کنیم تو میدونا جمع شدن تو تهران و بعضی از شهرستان. اجتماع بزرگ لبیک در میدان امام حسین تهران عصر امروز، مردم تهران در محکومیت جنایت‌های گروه‌های تروریستی در عراق در اجتماعی بزرگ ضمن همدردی با مردم عراق آمادگی خود را برای دفاع از اماکن مقدس در کربلا، نجف اشرف و سامر را اعلام کردند. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آقای سعید جلیلی هم سخنرانشونه. اخیراً هم مقام معظم رهبری اومدن شورای راهبردی سیاست خارجی رو که عواملی توش گذاشتن که هرچی دوست دارن بیان بهشون بگن آقا عراق باید بریم، بریم خودمون رو تا خرخره آلوده کنیم. سعید جلیلی، آقای مصطفوی در سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی یه مش بچه های سپاه و اطلاعاتی رو به عنوان وابستگان فرهنگی فرستادن خارج، حالا اومد تشریف بردن اینجا. کی باید بره بیرون ولایتی؟ چون حرف منطقی زده بود، بعدم پس گردنی زدم وادارش کردم بیاد بگه مالکی خوب چیزیه. آقای شمخانی، چون قرص و محکم در دیداری که داشت با آقای هوشیار زیبانی و قبلن هم صحبت کرده بود، گفته بود که مالکی باید بره. اینا رو دونه دونه میندازن بیرون. آقای طارمی اونجا میمونه، یه آخوندی که وقتی سفیر شد در عربستان و یه چند تا سفارت خونه دیگه هم بهش دادن، دزدی های کلان در سفارت صورت گرفت، بودجه‌ای که در اختیارش بود همه رو به جیب زد، حالا اومده تو این شورا. البته آقای کمال خرازی مردی برای همه فصول هم هست، چرا نباشه، برادرزادش عروس آقاست، کسی بود که اومد در گوش خاتمی گفت مبادا با کلینتون دست بدی، ماشالله همیشه هم هست. آقازاداش هم که در نیویورک گذاشت، الحمدلله دنیا به کام است و همه چی خیلی خوب و خوش و خرم. و آقای سعید جلیلی باید اینجا سخنرانی بکنه، اما خون یک ایرانی و یک عراقی فرق نمی کنه. هزار 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 بار ارزشش بیشتر از آرامگاهه، چون آرامگاه ویران بشه دوباره ساخته میشه، انسانی کشته بشه دوباره این انسان بر نمی گرده، زندگی قطع بشه بر نمی گرده. سامرا رو خراب کردن، دوباره زیباتر ساختنش، همین نجف و کربلا هم قبلا خراب شده بود، دوباره ساختن.
برابری میخوام بگم این بازی ها و این حرف ها رو باور نکنید، اینا فریبکاریه. این آدم هایی که تو اون میدون بودن یکیشون حاضر نیست بره اونجا جون بده، اینا همه ساندیس و ساندویچن. یعنی اینو من راحت بهتون، البته هستن یه آدم های متعصبی که حالیشون هم نیست و فکر میکنن دنیا به آخر میرسه، هیچ اتفاقی نمیافته، دنیا هم به آخر نمیرسه. نگران این انسان هایی باشین که مثل برگ خزان دارن میریزن و کشته میشن، شیعه، سنی، مسیحی. این حیوانات داعش در موصل تمام مجسمه های شخصیت های بزرگ فرهنگی و تاریخی عراق رو که در موصل بود برداشتن، تمثال مریم مقدس رو بر فراز کلیسای بزرگ موصل رفتن برداشتن، ساعت کلیسا رو هم شکستن. یعنی چه حیواناتی هستن اینا؟ و این حیوانات دست پرورده مردی هستن، نوری المالکی، که با حقارت کشورش رو داره با آتش میکشه و میخواد بمونه. آقای کاک مسعود بارزانی، این شخصیت برجسته کرد، رئیس دولت خودمختار، رسما به جان کری گفت عراق بعد از دهم ژوئن با عراق قبل دهم ژوئن فرق داره. دشمن داعش رسیده به مرزهای ما، ما باید تکلیف خودمون روشن کنیم. سرنوشت ملت کرد رو من نمیتونم به بازی بگیرم. این یک اعلان خطر یا اعلان یه ورنینگ بسیار جدی است. آقای بارزانی میگه این مردک مالکی کنار بره، یه دولت وحدت ملی، یه دولت نجات ملی به وجود بیاد، عراق نجات پیدا میکنه، تقسیم عملی نمیشه. آقای دکتر عیاد علاوی با یه طرح اومده، آقا ما نمیگیم مالکی بره، ائتلاف شیعه بیان بشینن یکی دیگر انتخاب بکنن، الان بیایم یه دولت از شخصیت های برجسته سنی شیعه مسیحی درست کنیم، کشور رو نجات بدیم با وحدت و همبستگی. حالا ببینید این موجود پارچه فروش بزاز دور شام کنار مقبره حضرت زینب در سوریه، شاگرد بزاز تازه، ایشون چی میگه؟ گوش بدید تا من براتون بگم. آقای مالکی، ببینیم این آدم چطور به خاطر بقای خودش همون کاری که اسد کرد، ببینیم چی میگه. هو ليس خافيا على العراقيين جميعا الاهداف الخطيره التي تقف خلف ووراء الدعوه لتشكيل حكومه انقاذ وطني كما يسمونها، فهي بكل بساطه محاوله من المتمردين على الدستور للقضاء على التجربه الديمقراطيه الفتيه ومصادره اراء الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستوريه. ان الدعوه لتشكيل حكومه انقاذ وطني تمثل انقلابا على الدستور والعمليه السياسيه. فكونيد این مردک با تقلب، با پول خرج کردن، با تهدیدهای قاسم سلیمانی، با مداخلات حسن دانایفر، این آدم تو بغداد آرای بیشتری آورده و میگه اینایی که میگن حکومت نجات ملی، اینا میخوان قانون اساسی رو زیر پا بگذارن، از قانون اساسی عبور کنن. این یک توطئه است برای اینکه دموکراسی عراق رو، دموکراسی جوان عراق رو ازش عبور کنن. اینجوری جلو جان کری واساده بود، سرش هم پایین، تسلیم آقای جان کری. و تا جان کری رفت این حرفا رو داره میزنه. این آدم ارتش عراق رو نابود کرد، عراق رو نابود کرد، وحدت ملی رو نابود کرد و برخلاف آنچه در روزنامه‌های جمهوری اسلامی می‌بینیم. من دیروز کیهان رو نگاه می‌کردم، واقعا گفتم خدایا اینا روزنامه نگارن. این حسین بازجو وقتی شب میره خونه جلوی شرافت آت نمی‌دونم چیه، نگاه می‌کنه تیت زده آمریکا داعش رو در عراق راه انداخته. آمریکا روزی که در 2010 اون سحفه رو درست کرده، داعشی وجود نداشت دوباره وقتی مالکی اومد، داعش نبود، تمام تروریست های القاعده هم از بین رفته بودن، گروه های 4-5 نفری 10 تا اینجا اونجا هم از بین رفته بودن، سنی ها وارد بازی سیاسی شده بودن به طور کامل، صالح مطلق بود، طارق هاشمی بود، آقای اسامه نجفی، همه شون بودن. این مالکی بود که نامردی کرد. رافع ایساوی بهترین وزیر دارایی عراق بود،
وقتی رفت از نشست از تحصن مردم انبار حمایت کرد، براش پرونده ساخت که این تروریسته مثل طارق هاشمی. خب این آدم اعتماد، مردم بهش اعتمادی ندارن و این آدم میخواد به با حمایت قاسم سلیمانی و حسن دانایی‌فر و آقای اصغر حجازی و آقای علوی وزیر علوی اتفاقا در جلسه شورای عالی امنیت ملی علیه مالکی گفته بود، ولی حسین طائب میخوان نگرش دارن و فکر نمی کنن. این آتش هنوز دوده این آتش رو کامل ندیدن. دو تا سرباز ایرانی در مرز در کرمانشاه کشته شدن، اونجا اون طرف هم دیالس یادتون باشه، بغوبس یادتون باشه، اگر اونا برسن کامل سلطه پیدا کنن از این کشتگان بسیار خواهد بود. این تلخ و دردناکه، حواسمون باشه. دوست عزیز بنده سید ابراهیم نبوی طنزی نوشته بود در روز آنلاین دیروز و اشاراتی کرده بود البته به بی‌لیاقتی اینا که شعار میدن و غیره، ولی یه جاش من احساس کردم مثلا این برداشت بود که ما بریم و بیشتیم اونجا. این کار درست نیست، ما نباید نیرو به عراق بفرستیم. امروز اعلام کردم 23-24 نفر ایرانی که لباس عربی تنشون بود و زبون عربی هم بلد بودن دستگیر شدن، همین گروه داعش. بسیار خطرناکه این ماجرا، بسیار خطرناک. به هر حال در کنار این حرفایی که آقای مالکی داره میزنه و ارتش شکست خوردهش رو داره جانشین میکنه با یه عده لبو فروش و شاید شمع فروش دور حرم و اینا به عنوان داوطلبان شیعه که آدم بیچاره رو میبینه لباس به تنشون زار میزنه، طرف عمامه سرش اومده تو جبهه و واقعا تو جنگجوی مثل اون رئیس قزاونه پدرشون 93 سالشه لباس رزم پوشیده بود، البته رزم ایشون در بستر است و میخواستم برم بجنگم. نگاه کنیم به عملکرد داعش در 24 ساعت گذشته در مناطقی که بودن و الان درگیری بین داعش و گروه های سنی ارتش بعثی، گروه با نقشبندی ها خیلی درگیر شدن. به مرور این درگیری وسعت پیدا خواهد گرفت. توی منطقه قائم در منطقه مرزی سوریه و عراق نیروهای عراقی از مرز گذشتن رفتن تو سوریه، فرماندهشون از دولت سوریه خواسته منطقه رو بمباران کنه. هواپیمای سوریه هم بلند شدن اومدن منطقه رو بمباران کردن که اول گفتن آمریکاییان، ولی آمریکایی‌ها تکذیب کردن. منتها مستشاران مشاوران نظامی آمریکایی از دیروز کارشون رو در عراق آغاز کردن، رهنمود میدن، نقشه میکشن و ریکانسنس ایرکرافت، هواپیمای بدون سرنشین شناسایی، اونا هم مشغول ارزیابی هن چون دولت عراق عاجز از این مسئله. این میلیاردها دلار دود شده رفته هوا، حتی هواپیمای F-16 رو بهشون تحویل دادن، هلیکوپترهای آپاچی. و حالا نگاه کنیم در این مناطق چه خبره، چه داره. طيران الميج السوري يقصف مدينة القان 24/6/2014. هواپیما زدن مناطق یعنی مراکز غیر نظامی بوده، تعداد زیادی از مردم هم کشته شده. این هم وحشتناکه که این اتفاقا میتونه تلخ باشه. آقای لخزر ابراهیمی نماینده ویژه اتحادیه عرب و دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه که استعفا هم کرده یعنی در واقع خاطرات خود رو بیان کرده از دورانی که تلاش کرد در سوریه به یک راه حل برسه. میگه به اسد گفتم آقا جان بی دی کینگ میکر، تو بیا شاهساز بشو به قول مسئله معروف، بیا برو کنار، از دور نظارت کن، بذار مردمت ازت به خوبی یاد بکنن. ولی نکرد. تا
تمام تلاشش رو کرد برای اینکه بمونه و این آدم آدمی نیست که به این راحتی ها بره. اخضر ابراهیمی اشاره میکنه که بیانیه ژنو یه چیز سطحی بود، همینجوری توافق کردن ژنو یک، ولی به هر حال در اون طرف سوری پذیرفت که یک دولت ائتلافی بی طرف تشکیل بشه از مجموعه از آدمای اسد و اپوزیسیون و این دولت نظارت بکنه بر انتخابات. ولی میگه اسد زیر بار نره. میگه بهش گفتم آقای اسد کشور تو احتیاج به دگرگونی و تغییر داره، مردم احساس میکنن که ما بهشون کلک زدیم و باید اون چیزی که مردم انتظار دارن بهشون بدی. بهش گفتم آقای اسد بیا الان به جایی که پادشاهی در واقع اصطلاح دیگه رئیس جمهوری، بیا کینگ میکر بشو، پرزیدنت میکر بشو، بیا شاهساز بشو، رئیس جمهورساز بشو. و گفت نخیر، هیچ که حق نداره منو از نامزدی محروم کنی. مردک 150,000 نفر کشتی، 70% مملکت تو ویران کردی. و میگه نه، کسی حق نداره به من بگه که نامزد نشم، من حقم نامزدی است. تو این وسط دادم اتفاقایی هم که در لبنان میفته نگرانش میکنه. در زاویه بیروت، همون جایی که شیعیان میشن در جنوب بیروت، شما فرودگاه که میرید از زاویه عبور میکنید. حزب الله هم بود که اونجا رو اومده بود، درگیری که با دولت فؤاد سینیوره و سعد حریری پیدا کرد سر همین بود. تمام خیابونا رو سیمکشی کرده بودن، ایستگاه های استراس هم گذاشته بودن، همه تلفن ها رو گوش میکردن به بهانه مبارزه با اسرائیل. در هر حال نکته ای که بسیار مهمه، آقای گفته آقای در عراق، آقای کاک مسعود بارزانی گفته آقا جان نگاه کنید آقای سیستانی هم دیگه مالکی رو قبول نداره. حالا راه حلایی که پیش روی شماست، یکی از این راه حل ها رو انتخاب بکنید. هم سنی ها و هم کرد ها، بیشترشون سنی هن، گفتن آقا ما قبول داریم که ائتلاف دولت قانون، ائتلاف همه این شیعیان نخست وزیر رو در دست داشته باشن، منتها به جای این مردک مالکی آدم های رو بیرید که اقلا اعتبار این آقای عادل عبدالمهدی دکترای اقتصاد داره، مارکسیست بوده، سیاست رو میشناسه، هنوزم یک سوسیالیسته. حالا گوه این که تو مجلس اعلاست، اما نمیدونم چه اتفاقی افتاد که ودکای روسی رو گذاشت کنار رو تحریشی در آورد، ولی آدم حسابیه، میفهمه راه حل و بلد. آقای احمد چلپی خب متهم بود در بانک پترا در اردن سوء استفاده کردی، ولی چلپی از یه خانواده بسیار معتبر در عراق میاد و اینا با چلپی های ترکیه، با چلپی های قونی هم در ارتباطن، یعنی اینا نوادگان مولانا میشن، خاندان بسیار بزرگی است. خیلی خوب، آقای حسین شهرستانی بزرگترین دانشمند اتمی عراق بوده، معاون نخست وزیری بوده، وزیر نفت بوده، به هر حال آدمی. آقای دکتر ابراهیم جعفری، اونم مال حزب عدواست، دوباره طبیبم بود. خب این چهارتا فعلا هستن. البته یگانه کسی که میتونه عراق واقعا نجات بده دکتر عیاد علاوی. متاسفم که دکتر عیاد علاوی یه ویتوی بزرگ جمهوری ولایت فقیه جلوش گذاشته و اجازه نمیده مردم عراق از این دولت مرده آزاده و میهن پرست استفاده بکنن. تو منطقه هم که شما دارید نگاه میکنید، این میکروب و وایروس داعش و اسلام ناب انقلابی محمدی، نسخه سنی و نسخه شیعش، هر دو اون اصحاب اهل حق، به همین وحشیگری دیروز رفتن در بغداد یه خانواده سنی 8 نفره رو، مرد و زن و مادرش، مادر مرد و 4 تا بچه هاشون رو کشتن به وضع وحشیانه. اینا رو کی میکنه؟ حزب الله عراق، اصحاب اهل حق، نیروهای آقای هادی العامری که شکار خلبان ها یکی از کارهای اصلیش بود. به هر حال باید نگاه کنیم که در 24 ساعت 48 ساعت آینده چه اتفاقی میفته، چون به هر حال به نظر من حرفایی که طالبانی دیروز زد حرفای خیلی خطرناکی بود. اینکه حاضر نیست بیاد و
کنار بره به خاطر پایداری وطنش، به خاطر که پیوند عراقی ها حفظ بشه. و به نظر من خب این خیلی مسئله وحشتناکی است که در عراق اتفاق میفته. کردها در این میان اگر میگوین ما جاهایی رو که گرفتیم الان نمیریم بیرون، خیلی ساده است، برن بیرون داعش میاد توش، برن بیرون نیروهای ارتشی های سابق صدام میان توش. پس کردها از حقوق خودشون دفاع میکنن، حداقل مرزهاشون رو بردن جلو که بتونن در نقاطی امکان مقاومت بیشتری داشته باشن. و نگاه کنیم ارتش پیشمرگه چون خوب می جنگه، چون ایمان داره، اعتقاد داره، باور داره، اینجور دلاورانه ایستاده مقاومت میکنه و ارتش مالکی مثل برف آب شد. اینا رو باید یادمون باشه. وزیر دفاع انگلیس هم رفته عربستان سعودی، مذاکرات دارن میکنن، چون نقشه ای رو که داعش منتشر کرده و نشون دادن و حتی چیزی که در نیویورک تایمز چاپ شده بود از تقسیم عراق حکایت میکنه. به چه صورت؟ که کردهای عراق بخشی از کردستان سوریه رو بگیرن، بخشی از کردستان ترکیه، اونجا بشه کشور کردستان. سنی ها برن تو شکم سوریه بخشی از اون رو بگیرن و دولت سنی رو درست کنن. شیعیان بخشی از کویت و عربستان رو بخوان بگیرن، شیعستان جنوب رو درست کنن. این نقشه البته عملی نیست، ولی اگر عراق بره زیر یک جنگ داخلی و آشوب ممکنه یه ما دیگه عملی بشه. باز برمیگردم، همه به خاطر حقارت یک آدم که حاضر نیست از این کرسی ریاست دست برداره. به نظر من آقای بارزانی باید رودرواسی رو کنار بگذاره. الان رسما حکیم رو، عمار حکیم رو، مقتدا صدر رو، دکتر عیاد علاوی رو، این شخصیت رو دعوت کنه به اربیل، آقای اسامه نجفی رو دعوت کنه، اصیل نجفی برادرش اونجاست استاندار موسل، دعوت کنه بگه آقا بشینیم ما دولت رو تشکیل بدیم. مالکی چیکار میتونه بکنه؟ این اقتدار رو بعد آقای بارزانی نشون بده. کما اینکه بقای مالکی تا امروز به خاطر همون عهدی بود که در اربیل به بارزانی داد و بلافاصله زیرش زد. الان اون عهد دیگه معنا نداره و آقای بارزانی باید به وظیفه ملی خودش عمل بکنه، دعوت کنه این اقطاب سیاست و قدرت رو در عراق، دعوت کنه بیان و در اونجا بشینن برای آینده عراق تصمیم بگیرن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم و خیلی آرزو می کنم که خبرهای فردا بهتر از امروز باشه. تا فردا. İntizar